من کیانوش سنجاری هستم، متولد 1361 در تهران. من حدود 10 بار بازداشت شدم، 7 بار از این مدت رو به زندان منتقل شدم. اولین بار 17 سالم بود، دانش آموز رشته هنر در هنرستان صدا و سیما که در تجمع سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران در برابر در دانشگاه تهران بازداشت شدم. و خب بازداشت من بسیار همراه بود با خشونت و نیروهای لباس شخصی بسیج به شدت من رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و پلیس من رو منتقل کرد و جمعی که بازداشت شده بودند رو به پاسگاه پلیس در خیابان انقلاب. در اونجا هم یکی از ماموران یونیفرم پوش یادم هستش که با لگد گذاشت روی کوبید توی صورت من و نقش بر زمین شدم برای دقایقی و به هر حال منتقل شدم به بازداشتگاه پلیس در تهران. و از اتفاقات مهمی که اگه من بخوام بهش اشاره بکنم تیتروار این بود که در اون بازداشتگاه ها 2 روز زندانی ها بازداشت شدگان گرسنه بودند. بعد از 2 روز من و تعداد دیگر رو چشم‌بند زدن، منتقل کردن به مکان دیگری که به این شکل بود که به من چشم‌بند زدن و من نمیدونستم دارم کجا میرم. هیچ وقت تجربه زندان نداشتم، تجربه بازداشت نداشتم، نمیدونستم با من چگونه میخواد رفتار بشه. چشم‌بند زدن، توهین کردن، از پله ها منو کشوندن، حتی من پام گیر میکرد میافتادم رو پله ها و منو میبردن بالا. و این صحنه سازی باعث میشد که من احساس بکنم من دارم وارد اتاق شکنجه میشم و من واقعا فکر میکردم که دارن منو میبرن یه حموم، یک جای تاریک، یک جای نمور. و بعد منو نشوندن روی صندلی و سوال و جواب، چه رادیویی گوش میکنی، چه تلویزیونی گوش میکنی، چه روزنامه‌ای رو میخونی، با کیا دوست بودی، چجوری رفتی تو اون تجمع. و من هم فقط زدم زیر گریه چون واقعا ترسیده بودم و وحشت کرده بودم و نمیدونستم که این چه طرز برخورد هست با کسی که در تجمع نه اسلحه داشته نه سلاح داشته و به صورت مسالمت‌آمیز در یک تجمع شرکت کرده بود. و بعد از 1 ساعت چشم‌بند رو باز کردم. خب به صورت من سیلی می‌زدند، مرتب به صورت من سیلی می‌زدند و از من سوال می‌پرسیدن، این سوال‌هایی که بهتون گفتم. و بعد چشم‌بند رو برداشتم، من دیدم که توی یک دفتر کار هستم، کتابخونه هست، یک آقای حزب‌اللهی هم پشت میز نشسته و این 1 ساعت بسیار بسیار سخت بر من گذشت در اون بازداشتگاه در ابتدای کار. و بعد هم در همون زندان باز تفهیم اتهام شدن به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام. برگشتم به بند در سلول انفرادی. در هر سلول 5 تا 6 نفر زندانی بودند، در یک سلولی که برخوردار از نور نبود، کاملا تاریک بود و همونطور که گفتم به ما غذا هم ندادن در مدت این 2 روز. و بعد دوباره چشم‌بند زدن و ما رو منتقل کردن به زندان اوین، به سلول‌های بازداشتگاه 240 و یک سلول 1.5 متر در 2.5 سانتی‌متر. و برای چند هفته من اونجا بودم. از اونجا منتقل شدم به بازداشتگاه توحید که همون کمیته مشترک ضد خرابکاری زمان پیش از انقلاب، زمان شاه بود. و در اونجا هم رفتارها بسیار بسیار خشونت‌آمیز بود و من رو رو به دیوار قرار میدادند، به پشت من لگد میزدند، به پشت من با مشت میکوبیدند و بازجویی و اجازه نداشتم به خانواده‌ام تماس تلفنی داشته باشم. و در این مدت 2-3 هفته هم در این بازداشتگاه بودم و نهایتاً به زندان اوین منتقل شدم و بعد از گذشت 4 ماه با وثیقه آزاد شدم. اما بار دوم اول آذر ماه سال بعد از اون بود، سال 1380. من در یک تجمع کاملا مسالمت‌آمیز شرکت کردم در سالگرد ترور شادروان داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، در مسجد فخرآباد. مراسمی بود که دختر و پسر آقای فروهر آمده بودند به ایران، کاملا قانونی بود. ولی من بعد از مراسم، خب در این مراسم من اعلامیه‌هایی رو پخش کرده بودم از گروهی که درش عضو بودم، از جبهه متحد دانشجویی. و من رو جلوی در مسجد یک آقای اومد، منو صدا کرد، دست منو گرفت، برد داخل کوچه. موهای بلندی داشتم، دستش انداخت توی موهای من، سرمو روی زمین برد و کشون منو برد داخل کوچه، انداخت توی یک ماشین نیسان پاترول بدون اینکه به من توضیح بده که من جرمم چیه، اتهامم چیه، برای چی. مثلا نمیدونستم باید چیکار بکنم. خب یک
مرد قوی هیکلی بود. من رفتم داخل این نیسان پاترول نشستم. آرایش نیروهای نظامی و پلیس ضد شورش رو در داخل این کوچه از پنجره این خودرو میتونستم ببینم که برای سرکوب معترضین آمده بودند. نهایتاً بعد از چند ساعت که آمدن داخل ماشین، ماشین راه افتاد، به من با چفیه چشم‌بند زدن تا جایی رو نبینم و ماشین حرکت کرد. توی ماشین توهین میکردن، تحقیر میکردن من رو و از من انتظار داشتن که ملتمسانه از اونها بخوام که آزادم بکنن. احتمالاً اگر من این کار رو میکردم من رو آزاد میکردن، ولی خب غرورم باعث شد که من چنین کاری رو نکنم و من رو منتقل کردم به یک زندانی که 3 تا سلول داشت در یک پادگان نظامی که تا الان هم واقعا نمیدونم اون زندان، اون بازداشتگاه چه جور زندانی بود و در کجای این تهران قرار داره. ولی از اون جهت که یک سرباز وظیفه‌ای که احتمالاً خطایی کرده بوده شب فردای اون روز به یکی دیگر از سلول‌های کناری من منتقل شد و داشت با نگهبان صحبت می‌کرد و میگفت چرا من اینجا زندانیم، مسئول صف ما به حال داشتن در مورد کار خودشون صحبت می‌کردن، من متوجه شدم که و از روی آرمی که روی پیرهن نظامی این سرباز وظیفه وجود داشت که سپاه پاسداران، من احساس میکنم که در یک بازداشتگاه نظامی، در یک پادگان نظامی قرار داشت این بازداشتگاه. فرد روز شنبه که شد، پنجشنبه من رو بازداشت کردن. روز شنبه من از سلول آوردن بیرون، مچ شست دو دست من رو از پشت کمر با بند بستند، باز هم چفیه در داخل چفیه کاغذ کار گذاشتن و روی چشمای من بستن که من جایی رو نبینم و داخل ماشین منتقل شدم به دادگاه انقلاب و احساس ضعف میکردم. در داخل انقلاب خب چشمای من رو باز کردن و من داخل یک اتاقی نشستم، سرم رو گذاشتم روی دیوار و واقعا بیهوش داشتم میشدم از خستگی و از گرسنگی، تا اینکه منشی شعبه 26 دادگاه انقلاب آقای سید مجید پورسیف که مشهور و معروف بود به سید مجید پورسیف آمد و